سفری که عمان دارم و برنامه میخوام اجرا بکنم، از لحظه ای که سوار تاکسی میشم و میرم براتون فیلم بگیرم و بذارم و شما کاری دی جی رو ببینید که حالا کلا به چه صورت هست، برنامه‌ای که میریم و میایم به چه صورت هست. حالا امیدوارم که براتون جذاب باشه، با من همراه باشید. خب بچه‌ها، رسیدیم فرودگاه استانبول. تو که میدونی استانبول دو تا فرودگاه داره. فرودگاه استانبول که من همیشه میرم فرودگاه بزرگ است، نزدیک‌تر به خونه اینم حالا میبینید. این هم از فرودگاه استانبول. بچه این فرودگاه اینقدر بزرگه که اگر شما 3 ساعت قبل از پرواز نیایید ممکنه جا بمونید. خیلی وقتا میگن که مثلا 3 ساعت قبلش بیاین، ولی میبینیم که خبر نیست، ولی اینجا اونجوری نیستش. حالا من برای اینکه بخوام برم از استانبول عمان، اول میرم شارجه، بعدش از شارجه میرم به سمت مسقط. بچه این چمدون کوچیکو که میبینید همیشه همراه من هستش، همیشه با من میاد توی سفرها، اجرا و برنامه ها، و من سعی میکنم که دیگه چمدون بزرگ نیارم که دیگه بخوام بدمش توی بار و اینو بخوام راحت ببرم و بیارم. هیچ چیزی نمیبرم، من فقط بخوام یه لپتاپ نهایتا میارم با چند تا سیم و شارژر و اینا، چیز دیگه ای نیستش. اکثرا دستگاه دی جی نمیبریم مگر اینکه دستگاه اونجایی که میریم خیلی قدیمی باشه که بخوام از اون استفاده بکنم. ببینم از فرودگاه بزرگ استانبول، شاید خیلیاتون اومده باشین اینجا، از بزرگترین فرودگاه دنیا هستش و خیلی فرودگاه قشنگه. شما اگه ساعت‌ها همینجا بمونید حوصله‌تون سر نمیده، پر از رستوران‌های باحال، پر از حالا برندهای خفنی که میتونید ازشون لباس بگیرید. مثلا اینجا لوی ویتون هستش، این ور بولگاری هستش، همه چی هستش توش. و حالا اینا برندهای گرون‌ترش هستش، برندهای ارزان‌تر هم داره، ولی خب پر از رستوران و حالا مغازه‌ای هستش که میتونید ازشون خرید بکنید. دیوتی فری‌هاش هم خیلی باحاله و اینکه یه دونه نیسانت هستش که میتونی که اگر خواستین ازشون استفاده بکنید. من تقریبا 2 ساعت دیگه پرواز دارم و حالا اینجا گشتی میزنم ببینیم که به چه صورت هست. خب سوار هواپیما شدم، پرواز من از استانبول به سمت عمان به سمت مسقط با 2 تا پرواز هستش. اول از استانبول میریم به سمت شارجه و بعد از شارجه میریم به سمت مسقط. از استانبول تا شارجه 5 ساعت طول میکشه و از شارجه تا مسقط هم 1 ساعت. من معمولا وقتی که توی هواپیما سوار میشم و برنامه دارم سعی میکنم که از این وقت استفاده بکنم و پلیلیست خودم رو چک بکنم یا پلیلیست درست بکنم، بهتر بکنم. سعی میکنم که همیشه استفاده بکنم و معمولا پلیلیستای خوبی همیشه توی این موقع ها در میاد. حالا بعضی وقتا سفر کوتاه‌تره، مثلا 1 ساعت 2 ساعته هستش، ولی الان این پرواز 6 ساعته است و سعی میکنم که یه پلیلیست خوب در بیارم. البته الان ساعت 11:30 شب به وقت استانبول یه ذره خسته هم هستم، ولی چون که فردا برنامه است سعی میکنم که یه پلیلیست خیلی خفن در بیارم. خب رسیدم فرودگاه شارجه امارات. شاید تصورتون این باشه که این فرودگاه باید مثلا مثل فرودگاه دبی خیلی خفن باشه، ولی اصلا اینجوری نیست و آدمایی هم که توش هستن همونطور که میبینید ذره متفاوت هستن. اینجا باید یک ساعت صبر کنیم بعد بریم دوباره مسقط. خب بچه ها، من رسیدم فرودگاه مسقط. یه چیزی خیلی جالبه، تو بعضی از فرودگاه هنوز ماسک اجباریه، یه سری جاها اجباری نیست، توی سری از پروازها اجباریه، توی سری از جاها اجباری نیست. پس این که نتیجه میگیریم باید همیشه ماسک همراهمون باشه. من نداشتم ولی خب از یکی گرفتم. رسیدیم هتلمون. این هتل ماست. بریم با هم ببینیم که چه جوریه. اکثرا تیپاشون این مدلیه.
خب رسیدیم بالاخره به هتل بعد از دو تا پرواز که ازرم طولانی شد. رسیدیم هتل. امشب قراره که برنامه خیلی خفن داشته باشیم. یه کاری که من همیشه قبل از اینکه بیام هتل انجام میدم، خب چون اسم هتل‌ها رو بهم میگن، میرم توی ریویو ها و میخونم این هتل یه هتلی هستش که استخرش خیلی باحاله. توی روف هتلی استخر خیلی باحال داره. حالا حتما میرم بهتون نشون میدم که به چه صورت هستش. خب بچه ها بریم با هم استخر هتل هم ببینیم. توی روفش هست. جای این استخرش هست با این ویو خیلی خفن. جاتون خالیه. خیلی هم خلوت. هواش فوق‌العاده گرمه. فوق‌العاده گرمه ولی آبش خیلی باحاله. برای اینکه جای همتون خالیه. هتل من اینجا تقریبا ساعت 9 و 10 دقیقه شبه. کم کم میخوام بیان دنبالم که بریم به سمت کلاب. من پلیلیست رو آماده کردم، چند بار چک کردم،
میریم اونجا تقریبا تا ساعت 10 اونجا باشیم که که ساوند چک انجام بدیم. بعد یه دیجی وارم اپ میاد دیجی میکنه تا حدود ساعت 11 12، بعدش من از اون موقع میذارم از حدود 12 تا 3. ولی بعدیش اینه که فردا ساعت 7 و 8 صبح پروازم و سری برگردم. یعنی فکر کنید که 3 تموم میشه، 7 و 8 هم پروازمه و یه تو تموم میشه من باید برگردم برم فرودگاه دیگه، خیلی خسته میشم فکر میکنم فردا، ولی امیدوارم که امشب خیلی باحال باشه. امروز رفتم چند تا هتل رو دیدم، یه هتل خیلی باحالی وجود داشت توی مسقط که بچه‌ها منو بردن، شاید بگم بهترین هتل‌هاش. بعضیاشون خیلی خفن بود، واقعا خفن بود. حالا فیلماشو میذارم حتما ببینید، گزارش باحالی ازشون در آوردم که میخوام توی این ولاگ حتما بذارم که همتون ببینید. چند تا نکته بود، می‌خواستم فرق بین عمان و کشورهای دیگر رو بگم. به نظر من عمان با کشورهای دیگه مثل دبی و حالا قطر کشورهای عربی نمیشه خیلی مقایسهشون کرد. اینجا یه ذره سنتی تره، مذهبی تره، اسلامی تره و یه ذره هنوز قدیمی تره نسبت به اونا. اونا تکنولوژیشون بالاتر هستش. درسته که یه سری هتل‌های خیلی خفن اینجا بود، ولی خب باز به دبی و حالا قطر نمیرسه از بابت تکنولوژی. واحد پولیشون که خب گفتم خیلی گرون بودش، هر یه ریالشون تقریبا برابر 80-90 هزار تومان ما هستش. ولی چیزی که باز فرق داره بین اینجا و کشورهای دیگه مثل دبی و قطر، اینجا همه کار میکنن. مثلا به عنوان مثال توی کاری حالا مثلا میده توی سوپر یا مثلا کاری دیگه، خودشون همشون هستن. عمانی ها کار میکنن، مغازه داری، فروشگاه داری و اینا. ولی خب توی دبی و اینا اماراتی ها که این کاری مثلا حالا لول پایین تر انجام نمیدن اصلا و اکثرا خارجی ها واسهشون انجام میدن، اینجا ولی نه انجام میدن. از بچه‌ام که این پرسیدم میگفتن اکثرا سطح زندگی مردم اینجا خیلی بالا نیست، متوسطه. حال درسته که ارزش پولشون بالاست، ولی کلا متوسط هستش. و این سه چند تا نکته جالب بود که به ذهنم رسید خواستم بهتون بگم، بقیه‌اش هم حالا بعداً بهتون میگم. دیگه کم کم باید آماده بشیم بریم برای یک کلاب. امیدوارم که امشب خیلی خفن بشه. میدونم که جمعیت زیادی قراره بیاد اونجا. رفتیم کلابم دیدیم، کلابش خیلی باحال بود و من خیلی خوشم اومد. امیدوارم که حالا همه چی عالی بشه و بتونیم یک شب خیلی باحال رو رقم بزنیم. اینم لباس منه که حالا واسهتون عکسونه ازش میذارم. بچه خب اینم تیپ من برای امشب. رفتم یه لباسی گرفتم که تقریبا بخوره به حال و هوای عمان، یه ذره متفاوت تر باشه از کفشامون. و اینم از بقیه داستان. بریم ببینیم چی میشه دیگه، میخوام کلی بتره. خب اینم از کلاب لیکوید اسکای. دیجی قبل از من داره پلی میکنه، من یه ساعت دیگه باید بزنم. En la discoteca.
اگه میتونستم تو رو میچیدم، جلو چشام میذاشتم و تو میدیدم روز سفید من، ولی خوش میشی پیش من. تو رو میکاشتم وسط قلبم، نمیذاشتم یه برگ بشه ازت کم، روز سفید من تو خوشک میشی پیش من. تو یه رویایی که نمیرسی به دستم، نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم. تو یه رویایی که نمیشه مال من چی، نمیشه آسمونت چم، نمیشه ماه من چی. تو یه رویایی. خب این ایونت ما هم تموم شدش. ممنون از بچه‌هایی که اومدن، خیلی استقبال خوب بود و اینکه یک شب خیلی فوق‌العاده رو رقم زدیم. نکته جالب واسه هم سر از بچه‌ها بودن که از ایران اومده بودن، یعنی به خاطر این ایونت از ایران اومده بودن. یه خانم آقا بودن که دیروز دیدیمشون از بوشهر، فقط به خاطر این ایونت اومده بودن مسقط و خیلی واسه من جای ارزش داشت و ازشون خیلی تشکر کردم. و اینکه برنامه خیلی خوبی بود. الان توی فرودگاه هستم و دارم برمیگردم به سمت استانبول. مرسی از همه بچه‌ای که اومدن و با ما همراه بودن. حالا ان شاءالله برنامه‌های بعدی هم دوباره اعلام می‌کنیم و می‌بینیمتون.